سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیوی امروزم راجع به اپلای کردن برای دکترا در دانشگاه‌های آمریکا هست. این موضوعی بوده که سوالی هست که بارها و بارها توی اینستاگرام ازم پرسیدین. چون میدونین که خود من الان در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنم و قبلا هم در یکی از دانشگاه‌های سوئد تحصیل کردم، بنابراین تصمیم گرفتم امروز این ویدیو رو براتون تهیه کنم. قبل از هر چیزی چند تا از دانشگاه‌های معروف برای گرفتن دکترا در آمریکا رو بهتون معرفی کنم. دانشگاه هاروارد، دانشگاه ماساچوستس، استنفورد یونیورسیتی، یونیورسیتی آف کالیفرنیا، برکلی، کولومبیا یونیورسیتی. اینها چند تا از دانشگاه‌هایی هستن بین اون همه دانشگاه‌های آمریکا که برای مقطع دکترا خیلی معروف هستن و مدرک معتبری دارن. شهریه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا برای مقطع دکترا چقدر است؟ هول و هوش سالیانه بین 25 تا 40 هزار دلار تقریبا هزینه میبره. بین ماه‌های آگوست تا دسامبر میتونید وارد دانشگاه بشید. اپلیکیشن پروسس، یعنی همون پروسه ثبت نام، هم به صورت آنلاین هست. لازم نیست توی آمریکا باشین، از کشور خودمون هم میتونید اپلای بکنین آنلاین. اپلیکیشن فی داره، یعنی همون هزینه ثبت نام که شما آنلاین پرداخت میتونین بکنین یا از شخصی بخواید براتون پرداخت کنه، حدود 50 تا 100 دلار بسته به دانشگاه‌های مختلف داره. و خب معمولا دانشگاه آمریکا یه سری تست ها از قبل ازتون میخوان که پاس کرده باشین، مثل GRE، GMAT، MCAT و به همین شکل. حالا باز هم بسته به اون رشته و دانشگاهی داره که شما میخواین اپلای بکنین که چه تست هایی ازتون میخوان. خب برای اینکه شما بتونین وارد دانشگاه های آمریکا بشین برای تحصیل در مقطع دکترا، باید حداقل یه مسترز یا همون فوق لیسانس رو داشته باشین، یا در واقع باید 16 سال تحصیل کرده باشین. یعنی شما باید سابقه تحصیلاتتون 16 سال تحصیلات بوده باشه و همینطور هم باید مدرک زبان ارائه بدید، مثل همون آیلتس یا تافل. برای اینکه بتونید رشته مورد نظر یا مورد علاقه دکترا PhD خودتون رو انتخاب بکنید، باید حتما تحصیلات زمینه‌ایتون، بک‌گراندتون مرتبط باشه با اون رشته PhD. مثلا اگر شما تحصیلات فوق لیسانستون در زمینه شیمی بوده، گرفتن دکترا در زمینه فیزیک تقریبا غیر ممکن هست، مگر اینکه شما نشون بدین و ثابت کنین یه سری کورس‌های مرتبط به فیزیک هم گذروندین. بنابراین مرتبط بودن بک‌گراند شما و مقطع تحصیلی که مدرک تحصیلی که ارائه میدین خیلی مؤثر هست. معمولا هم مدرک فوق لیسانستون باید GPA یا همون معدلتون 3 تا 3.5 باشه. حالا یه جدولی داریم GPA که تبدیل میکنه معدل ایرانی رو به GPA که به شکل آمریکایی است، که شما بدونین GPA تون دقیقاً چند هست. خب خیلی از دانشگاه‌هایی که میخواین برای PhD اپلای بکنین، حالا حتما هم احتیاج به مسترز یا همون فوق لیسانس ندارن، میتونین حالا لیسانستون باشه. در کل اگر 16 سال سابقه تحصیل فرمال رسمی داشته باشین، برای اون دانشگاه یا سری دانشگاه‌ها کافی هست که بتونن شما رو برای دکترا اپلای بکنن. خب همونطور که گفتم، خیلی از دانشگاه‌ها مدرک GRE ازتون میخوان، امتحان GRE که با نمره بین 310 تا 330 قبولتون میکنن معمولا، و GMAT هم حالا برای یه سری از رشته‌ها لازم هست. خب اولین مرحله برای پیدا کردن رشته دکترای مورد نظرتون، خب اینه که شما سرچ بکنید تو اینترنت، ببینید کدوم دانشگاه رو میخواین، کدوم شهر، کدوم ایالت، چه رشته مورد علاقتون هست، اون رو بتونین پیدا بکنین. بعد از اون که دانشگاه رو پیدا کرد آنلاین، میتونین وارد وبسایت دانشگاه بشین که اونجا بهتون نشون میده که شما چجوری میتونین برای دکترا اپلای بکنین توی اون سایت دانشگاه مورد نظرتون. ولی خب توی آمریکا یه مقدار متفاوت هست این پروسه. شما باید پروفسور مورد نظرتون رو هم انتخاب بکنید برای رشته مورد نظرتون. حالا تو کشورهای اروپایی اینطوری نیست. تو کشورهای اروپایی شما معمولا PhD پروگرام رو که پیدا میکنید اپلای میکنید مستقیما، مدارک میفرستید و شما رو حالا یا پذیرش میکنن یا نه. ولی توی آمریکا رشته PhD مورد نظرتون رو که پیدا کردید، اون پروگرام رو که پیدا کردید، دپارتمان رو هم پیدا میکنید و پروفسور مرتبط به اون رشته‌ای که شما بهش علاقه‌مند هستی رو پیدا میکنید و باید مکاتبه با پروفسور رو شروع بکنید، یعنی استاد مربوطه رو.
اون استادی هم که انتخاب میکنین خب مسلما مرتبط هست به رشته شما، مرتبط هست به اون دپارتمانی که شما بهش علاقه من هستید، و خب شما باید زبانتون، زبان انگلیسیتون در اون حدی باشه که بتونین مکاتبه بکنید و مدارک رو براشون بفرستین. یک آنلاین اپلیکیشن داره، یعنی همون ثبت نام به صورت آنلاین که شما تو سایت دانشگاه اون رو پیدا میکنید و شروع میکنین به ثبت نام، پروسه ثبت نامتون رو اونطوری شروع میکنین. و همینطور یک نکته مهم این هست که توی همون سایت دانشگاه، توی همون قسمت ها دنبال فاندینگ هم باید بگردین، اسکالرشیپ یا فاندینگ یا همون کمک هزینه تحصیلی هست که شما خب مسلما کمک میکنه بهتون و باز هم شرایط خاصی داره برای گرفتن فاندینگ. و در همون سایت خب مدارکی که نیاز هست برای ثبت نام رو نوشته، چیا لازم دارین، همراه با همون اپلیکیشن آنلاین که پر کردید میفرستید، با هم هزینه ثبت نام رو هم پرداخت میکنین. تست GRE رو هم معمولا 2-3 ماه قبل از اینکه بخواین اپلای بکنین برای رشته مورد نظرتون، خوب هست که امتحانش رو بدین و پاس بکنین. خب در همین حین شما باید letter of recommendation هم داشته باشین. letter of recommendation یعنی همون معرفی نامه، توصیه نامه که استادتون براتون می نویسه. اون هم خب یه فرمت خاصی داره که اون رو هم توی شاید ویدیوهای بعدی بتونم براتون توضیح بدم. SOP احتیاج دارین برای نوشتن SOP، هم خب یه فرمت خاصی داریم که اون هم شاید تو ویدیوهای آینده براتون توضیح بدم. SOP هم همون statement of purpose هست، یعنی شما انگیزتون رو برای اپلای به این رشته مورد نظر باید توضیح بدین. statement of purpose، انگیزه نامه. بعد از اینکه تمام این کارها رو کردین، اپلای کردین، دیگه باید منتظر بمونین که دانشگاه یا اون استاد باهاتون تماس بگیره. خب در همین حین شما باید به فکر ویزای دانشجوییتون هم باشید دیگه، چون اینترنشنال استودنت هستین، دانشجوی بین‌المللی هستین، برای رفتن به یک کشور دیگه خب نیاز دارین که ویزای تحصیلی دریافت بکنین و اون هم باز شرایط خاص خودش رو داره که باید با سفارت مربوطه بتونین تماس بگیرین یا سایت سفارت رو چک کنین که ببینین چه مدارکی لازمه. معمولا همون نامه پذیرش دانشگاه یکی از مهمترین مدارک هست که نیاز دارین. بعد از اون که خب اگر نامه پذیرش رو دریافت کردین، دیگه بهتون میگن که از اون به بعد چه کار بکنین، مراحلش چی هست، دیگه با استاد مربوطه در ارتباط هستین و بهتون توضیح میده که چه کار بکنین. حالا اون یه سری مدارکی که مطمئنا نیاز دارین، ریز نمراتتون هست، باید ترجمه بکنین. همونطور که گفتم باید نمرات ایرانی رو تبدیلش بکنین به فرمت آمریکایی که خب مراکز معتبر ترجمه در ایران بلد هستن این کار رو. دیگه مدرک زبان تافل یا آیلتستون رو باید آماده کنین. توی سایت دانشگاه نوشته که چه نمره‌ای باید براش بگیرین. حالا هر دانشگاهی فرق داره چه آیلتس یا چه تافلی ازتون میخوان. GRE، GMAT تون رو باید آماده کنین. ریسرچ پروپوزال باید بدین، یعنی شما توی دانشگاه‌های آمریکا خودتون باید یک آفر یا یک پیشنهاد برای ریسرچ داشته باشین. یعنی شما تو اون دپارتمانی که میخواین وارد بشین، شاید اون PhD که شما مد نظرتون هست وجود نداشته باشه، بنابراین شما باید به استاد مرتبط اون ریسرچ پروپوزال رو ارائه بدین. یعنی بگین من میتونم توی دپارتمان شما توی این زمینه با توجه به بک‌گراندی که داشتم این ریسرچ و این تحقیق رو با موفقیت انجام بدم. بنابراین یه مقدار تو دانشگاه آمریکا شما باید خلاق‌تر باشین، یه مقدار باید بیشتر تحقیق بکنین و یه مقدار زیاد از شو کتاب و حفظی و پروسه‌ای که اینجوری فکر میکنین وجود داشته باشه نداره. خودتون پیشرو هستین توی دانشگاه آمریکا، خودتون تحقیق رو پیشنهاد میدین. خیلی از دانشگاه اینطوریه که شما رو ارزیابی میکنن بر حسب اون ریسرچ پروپوزالی که خودتون ارائه دادین. همونطور که گفتم SOP یا همون Statement of Purpose، انگیزه نامتون رو هم باید آماده کنین. مقاله هایی که قبلا نوشتین خیلی موثر هست، مقاله هایی که چاپ شده باشه، معتبر باشه، اگه مقاله های بین المللی چاپ شده داشته باشین که خب مسلما خیلی بهتر هست. توصیه نامه هاتون رو باید داشته باشین، Letters of Recommendation از استادات، از اساتید خودتون تو دانشگاه. یه رزومه ای که up to date باشه، یعنی جدیدترین رزومتون رو باید با فرمت آمریکایی نوشته باشین. خب پاسپورت که باید داشته باشین، کپی پاسپورت، و همینطور باید بانک استیتمنت نشون بدین، یعنی proof of fund. یعنی شما باید نشون بدین که توی بانکتون، حساب بانکتون پول دارین که میتونین هزینه تحصیل و زندگیتون رو پرداخت کنین، مگر اینکه شما فاندینگ بگیرین، فول فاند بگیرین، اسکالرشپ بگیرین یا
کمک هزینه تحصیلی دریافت بکنین که خب اونا رو هم باید بهشون نشون بدین. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی راجع به این پروسه ثبت نام و اپلای برای دانشگاه های آمریکا دارین در مقطع دکترا حتما توی کامنت برام بنویسین. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.